مهر می رسانم خوب ترینان دوستان گرامی و پر مهر پر عطوفت در هر جای جهان که هستین، اگر در وطن هستین، اگر در سفر یا در حضر هستین، شب است، روز است، امیدوار هستم خوش باشین، شاد باشین، تندرست باشین، خوشبخت باشین، دلکتان آرام باشه، غم نداشته باشین، چرتکایتان بتاب باشه، دلکتان گرم باشه و آرزوهایتان هر لحظه براتان ثمر بده. طبق وعده گفته بودم که امروز گزارش جمع‌آوری کمک به سیلاب زده های پروان خدمت شما تقدیم میکنم، با شما شریک میکنم. اکنون در خدمت هستم. وقتتان زیاد نمیگیرم. تاریخ 20 آگست بود که سلطانه جان همسرم، رفیق زندگی و خود ما دو نفر عاجل پس از اتفاق سیلاب در شمال و خاص در پروان شروع کردیم به جمع‌آوری اعانه. او از طریق فندریزینگ در گوفندمی، یک صفحه آنلاین است که اکثر دوستان باهاش آشنا هستند. هدف اول ما رسیدن به سقف 20,000 بود، 20,000 دلار. خب ما چون هیچ وقت نه تنها در آنلاین که در زندگی بیرون هم فندریزینگ یعنی جمع‌آوری نکردیم، پول از کسی نگرفتیم که اعلان کنیم بیاین پول بتن و جمع میکنیم و جای میرسانم، هیچ جایی کار نکردیم. اگر شنیده ایر از کسی درست نیست. تمام کمک هایی که ما تا امی اکنون هم کردیم یا پول شخصی خودم بوده، از کنسرت هایم بوده یا از آید فروش سی دی ها و آلبوم هایم بوده یا دوستای نزدیک ما، همکار نزدیک ما، اینا کمک کردن یا به هر نحوی که بوده، فندریزینگ و جمع‌آوری اعانه نبوده. به هر صورت این کار اولم بود و من نمی‌دانستم که چقدر وقت میگیره که 20,000 دلار در آنلاین جمع‌آوری شود. 24 ساعت تیر نشده بود که 20,000 دلار ترق پوره شد. گفتم بیشک. گفته یک که آقا وری گود مانش چالان شد. گفتم خب وقتی که به سرعت 20,000 دلار تهیه شد، خب یقین دارم که به سرعت بیشتر و بیشتر هم میره. گفتم خب احتیاج بلند است، سقف احتیاج بلند است، بانک سقف یعنی کمک ها را هم بلندتر کنیم که گپ نیک است. اندکی دیگه هم صبر کردیم، یکی دو روز دیگه هم به 25,000-30,000 هم رسید. گفتم خب به این صورت که حرکت میکنه، خیلی بیاین سقف تازه خود 40,000 دلار تعیین میکنیم. و اموجا بیسال لاک مهرش کردم، گفتم 40,000 دلار که شد عاجل ما ایره میگیریم و انتقال میتیم افغانستان و در اینی زمینه، در این زمینه، در این زمینه، در این زمینه، در پروان ما و نیازمندانش میرسانیم. ای پول بسیار به سرعت 40,000 دلار هم شد. چرا به سرعت 40,000 دلار شد و آهسته آهسته چرا از 40,000 دلار به 50,000 و 55,000 دلار رسید؟ چون اون موقع که نیازمندی بلند است، اون موقع دلهایی هست که برای بشریت میتپه. در همون وطنک ما هزارها صدها هزار دل است که برای زندگی، برای بشریت، به کمک، به استعانت میتپه و برای دستگیری میتپه. تا کمی صدای کمک کنی، باور کنین اگر این صدا صدای خالصانه باشه، بسیار به سرعت اعتماد میشه سرت و کمک ها برات میرسه و از طریق تو برای نیازمندش. به هر تقدیر تاریخ 29 آگست بود که من امو سقف 40,000 که پوره کرده بودم تماس گرفتم با مسئولین گوفندمی که مرد خدا، خواهر، برادر، هر عزیزی که هستی قربان پولکای ما رو برسن که اوج احتیاج به اوجش رسیده. گفتن خب عیب نداره، جنجالی نیست، راستی یگانه راه تفاهم و صحبت به اونا ایمیل بود. متاسفانه از طریق تلفن اونا امکانات مکالمه را با مشتری خود ندارن که این کار ما را خیلی خیلی زیاد مشکل کرد و تال داد. به هر صورت تاریخ 29 ما آغاز کردیم که پول به حساب ما وارد شود، ترانسفر شود. اینا یک ماه تمام وقت گرفتن. ما آدم بسیار با حوصله هستم. در زندگی عزیزترین و نزدیکترین کسای من بسیار به ندرت اگر به یادشان بیاد که من کدام وقت عصبی شده باشم. من عصبی نمیشم، من خیلی حوصله دارم.
خداوند حوصله داده و من نمیفهم هر رقمی که هست خیلی حوصله دارم. اما در این جریان یک ماه که اونجا احتیاج استخوانسوز بود و این انتظار هم جگرسوز نفس میکشید، خیلی بتاب بودم. سلطانه همسر خانمم هر لحظه میگفت فرهاد یا فا و مرا فا، میگه آرام آرام بقراری میشه، خیر باشه. باور کنین این تو وقتهای شده که یک هفته یک ایمیل هم این ظالم ها جواب دادن، بس بعد دو من منتظر شدیم یک هفته دیگه که بازی خانزاده چی وقت جواب بدن. به هر صورت چرا چنین تال خورد؟ اصلا در چند سال اخیر از طریق جمع‌آوری آنهای آنلاین خاص امی خود گوفندمی مخصوصا در کشورهای مشابه افغانستان و خود افغانستان پولهای زیاد، همگینه یک تعداد انگوش شمار، پولهای زیاد در بابانی ای و ای و ای و جمع کردن و ای رفت تومه تروریسم شد، ای رفت آبنان دشمنان بشریت شد. اینا خب بالاخره ایره درک کردن، با استناد دریافتن که چنین است و بعد از او این مراحل بار بار و با تکرار و تا آخرین پیجش تا میدادن و چک میکردن و کنترل نظارت میکردن تا که مطمئن نمیشدن اعلان نمیکردن. خاصه که از من تجربه اولم بود، من هیچ وقت جمع‌آوری اعانه نکرده بودم، چی از طریق گوفندمی، چی آنلاین، چی از نزدیک. همیشه پیشتر گفتم که من یا خودم پول خودم بود یا پول دوستا و رفیق خواهیم، اما این تجربه رو هم نداشتم و اینا با ما همی تجربه رو نداشتن. یک ماه گرفت تا مطمئن شدن که این کاکا خوب بشه، بشه خراب نیست، این بشه که غلط نمیره، جای نادرست نمیره. و در این جریان ما امرای تیم کمک های بشری خود که در کابل قرار دارن و او تیم توسط یک دکتر طب، یک جوان خیلی با شرف است، عبید، دکتر عبید زمانی نام داره، او دوست بسیار نزدیک ماست و اونم که دل ما برای کمک به انسان میتپه، دل او مرد شاید 10 مرتبه بیشتر از ما برای کار بتپه و اونقدر دقیق باشه. تیم کمک های بشر دوستانه ای مرا ایشان رهبری و مدیریت میکنن و امرای اونا چندین دکتر و انجینر دیگه هم از همکار است که مشترک نمی تیم هم میسازن. کمک ها را خود ما با دست خود، تیم خود ما با دست خود، امو افراد را که بیشتر براتون نام گرفتم، عزیزا را، دکتر زمانی، عبید زمانی، ایشان با مو دستگاه خود، با مو دست رفیقای خود کمک ها را تقسیم میکنن. تیم ما صدها دروازه را در قلباب کرد، تک تک کرد، رفت از نزدیک با خود مردم آسیب دیده از نزدیک صحبت کرد، نیازمندی هاشان را شنید و آنچه که برشان نرسیده، آنچه که برشان رسیده، چی را واقعا میخواین، ما چه کردیم. خب ما گفتیم مال پول ما خود در حلق گرگ است، باش گیره، چی چه قسم بکشیم، ما چی کرده میتونیم. اونا مشترکن گفتن خوب است، الهی شکر کنیم پولکای شما تال خورد که کلانترین نیازمندی ما امروز ضروریات زمستان است که ما هیچ نرسیده. زمستان بسیار وحشتناک بر کسی که زندگی خود از دست داده باشه پیش روی است. و اینا گفتن شما به بهترین وجه هم میتونین آذوقه زمستان ما را، اگر مواد سوخت است، اگر حتی لیاف و شک صندلی است، اگر مثلا زغال است، یا به هر صورت اینا را و یک مقدار ظرف اینایی که یا تا لباس گرم اینا، به هر صورت ما با تصمیم گرفتیم که یک بسته مناسب نیازمندی های زمستان برای اینا در نظر بگیریم. همین بود که حدود یک هفته یا 8 روز 9 روز بیشتر پولها بالاخره توبگکش قبول شد، در حساب ما آمد. ما براتان میگم که این پول چقدر بود و چقدر شد و پیش ما چی مقدارش رسید. ما مجموعاً 55251 دلار جمع‌آوری کردیم در آنلاین در حساب گوفندمی. خود اداره گوفندمی هزینه خدمات خود هم از این پول باید کم کنن. معمول است همه دوستان میدانن این اسناد یاش به شما وجود داره.
اینا برای امو سرویس یا چارج خود یا برای خدمات خود مبلغ 1784 دلار کم کردن. امده گوشک شو بریدن گوشه من نمیستن برین حلالتون خوب برادر، زحمت کشین کار کردین، این وسیله را این زمینه را برای ما فراهم کردن. اینا برای ما یا در حساب ما چه مقدار پول رسید؟ دقیقا براتون میگم، ما بعد از تمام مصارفی که خود گوفنمی به خاطر خدمات خود کم کرد، دقیقا 53467 دلار در حساب خود دارم. یعنی 53467 هزار و 53467 دلار. خیلی خوب. آسانترین قسمت این همه پیکارها و این همه کارزارها جمع‌آوری پول است. جمع‌آوری یانه است. و همقدر که احتیاج در بشریت بلند است، در کشورهای مانند افغانستان که خیلی بلند، و همقدر دلهایی هست که برای کمک برای این نیازمندا میتبه. کمک صدا کنید قطار میشه، لشکر کمک کننده قطار میشه. با نیت صاف بگو او لشکر قطار میشه برد. مشکل بزرگی کارتیست ایست که ای پول چه قسم انتقال پیدا میکنه؟ در دست کی؟ به کدام دست ها میرسه؟ به کجا میرسه؟ از ای پول چی تهیه میشه؟ چه قسم شما یک فهرست از نیازمندا میسازین؟ چی نوع برنامه کاری برای رساندن کمک ها دارن؟ میخوانه میشه که بگوین بین ما ثواب کم ای کنیم یک مقدار پول از چند تا بندی خدا جمع کنین برین بدر بدن که به مردم که بیرین مرا دعا کو دعا کو بدر. خیرات نیست، ما خیرات نمیتیم. ما دست انسانی را میگیریم که خشم طبیعت آسیب رساند زندگیش و بیان کرده، ما خیرات نمیتیم و از کسی توقع دعا هم نباید بکنیم. این وظیفه ماست. وقتی میتونیم کمک میکنیم وظیفه ماست. به هر صورت ای پول چی رقم میره، چی خریده میشه، از این چی نما بسته تهیه میشه، چه قسم رسانده میشه، چه قسم مستحق فهرست میشه و باز مهمترین قسمتهایش پروسه چه قسم شفاف است یا شفاف است. اگر پروسه کمک ها و رساندنش و تمام جریانی که ما گفتم شفاف نباشه، اعتماد سازی نمیشه، اصلا اعتماد ویران میشه. چرا در افغانستان چندین دهه است که جگر اعتماد خون است، ای دست به ای دست اعتماد نمیکنه؟ چون چیز شفاف نیست، هیچ چیز شفاف نیست. من رسانه ها رو وعده کردم، قول دادم و با این وعده خودم ایستاده هستم که هر نوع سندی که یا کار داشته باشن پیش چشمشان سر میزشان میگذارم، اینا هو به هو با اصطلاح قدیما بینه و بینه به شما برسانن، به رسانه ها و میدیا برسانن، تسلیم کنن که کسی نگویه که آها اینی چرا ایتو شد. همه چیز روی کف دست واضح و روشن باشه، آشکار باشه، تا بار دیگه که یک دست اندک زخمی شود، ده دست دیگه برای ترمیمش بلند شود با اعتماد، با یقین. اینی کار ما میخوایم. به هر صورت ما برای 400 خانواده که فهرست خیلی منظم ازش تهیه شده، 400 بسته نیازمندی های زمستانی را میرسانیم و امروز هم از طریق رسانه های اجتماعی ای به شما اطلاع داده میشه و هم رسانه های جمعی داخل خود افغانستان. قسمت زیادشان، بخش زیادشان قرار است که در ای اشتراک کنن و نه تنها به خاطر شفافیت بلکه به خاطر اعتماد سازی. اونا هم دلشان سخت درد رسیده است به خاطر مشکلات بی اعتمادی در افغانستان، میخواین که در این مسئله در این پروسه ما را هم کمک کنند تا این پروسه اعتماد سازی هم بیشتر پا بگیره، قوی شده، راه بفته. و وقت کمک ها رسید و مکمل شد، من واقعا براتون واضح میگم، من دوست ندارم وقتی که چی من چی هر کسی دیگه باشه یک دست بگیره و یک گفتاده را بلند کنه یا یک بسته کمکی را به دست یک کس بده، یک پیپ روغن، یک مشت برنج، باز از او عکس بگیرن پیش روی کمره برن. من این نمیتونم، ببخشید تا بال شما از من هیچ وقتی کارم ندین. من خداوند خودش کمک کرده، من وسیله شده، وسیله کمک در گذشته سالهای سال چندین دهه ای کار کردیم. مگم شما در یک
تصویر یک جای از من دست مرا ندهیم که طرف کسی دراز باشه و بر کسی چیز داده باشه و او یک تشکری کرده باشه، یک خانه آبادی دعا کرده باشه و سرخم کرده باشه. نه، این کار من نیست و من از این کار سخت نفرت دارم. خلاصه که یک رقم احساساتی می شدم. نه، همین خداوند انسان محتاج نسازه، خداوند دشمنت محتاج نسازه. احتیاج بسیار بد است، بسیار سخت است. کسی که دلش برای بشریت میتپه احساساتی میشه، عاطفه نمیمونیش، آرام نمیمونیش. به هر صورت قبل از ایکال ما لول لولی پیش روی شما برسان گریان کنم که ای کار نمیکنم، بچی خوب هستم، کنترل دارم سر خود. آرزوی صلح و امنیت خاطر بر شما بهترین آن دارم که شما مستحقش هستین یا مستحقش هستین. سلام علیکم.